با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. من کیان آذر هستم. برنامه نگاه روز امروز رو تقدیم به شما میکنم. در این برنامه ما حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران رو مهمان خودمون داریم و در رابطه با مانوری که در به اصطلاح یکی دو روز گذشته جمهوری اسلامی انجام داده میخوایم صحبت بکنیم، حول و حوش این مانور که چی بوده و برای چی انجام گرفته. حمید تقوایی به شما سلام میکنم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین تشکر میکنم ازتون. منم مشکرم، با سلام به شما و بینندگان عزیز. مرسی. میریم سراغ بحثمون که در رابطه با مانوری هستش که جمهوری اسلامی تو یکی دو روز گذشته انجام داده و من میخواستم که بگم اعلام کردن که این مانور اهداف مختلفی داره و یکی از اهداف اون در رابطه با شورش هایی هستش که گفتن پیش بینی میخوایم بکنیم برای مقابله با این شورش ها و من میخواستم ببینم آیا مگه شورشی قراره که شروع بشه، اعتراضی، قیامی، چیزی قراره شروع بشه که جمهوری اسلامی اینجوری داره خودش آماده میکنه؟ خب اینا مدت هاست دارن در این مورد به همدیگه هشدار میدن که خطر نه تنها شورش بلکه بعضی وقتا از انفجار اجتماعی با این اسم ازش یاد میکنن. اساسا هم ترسشون و نگرانیشون از این هست که به دنبال انقلابی که سال گذشته شکل گرفت و امروز با این بحث یارانه ها و کلن گرانی های سرسام‌آوری که در جامعه هست مردم دوباره به خیابون ها بریزن. اینا نگرانیشون این هست، چیزیه که اینها اسمشو گذاشتن فتنه اقتصادی و مثل همون به اصطلاح فتنه سیاسی که سال پیش بود اینا اسمشو گذاشتن فتنه. حالا میگن دوباره ممکنه این فتنه شروع بشه و این بار حول مسائل اقتصادی هست، یعنی اون فقر و فاقه و بیکاری و گرانی که اینا میدونن جامعه تحمل نخواهد کرد و با طرح یارانه ها این بسیار تشدید خواهد شد، این وضعیت مصیبت بار مردم. به همین خاطر اینها چنین مانوری اومدن سازمان دادن که به خیال خودشون پیشگیری کنن و جلوی این شورش ها رو بگیرن. زمینه این مانور و بسیار زمینه اجتماعی اقتصادی این تشبثات و این تلاش‌های جمهوری اسلامی همین وضعیت نابسامان کلن اقتصادی هست که در ایران هست، یک اقتصاد در حال فروپاشی و کاملا به بن‌بست رسیده و از اون ور هم گرانی و فقر و بیکاری بسیار وسیع و سرسام‌آوری که میدونن راه چاره‌ای براش ندارن و در نتیجه جامعه بلند خواهد شد، اعتراض خواهد کرد و اینها دارن فکر میکنن چطور مقابل این اعتراضات رو بگیرن. بله. خب اگر ما به اصطلاح شاهد بروز این اعتراضات یا این انفجاری که شما به اصطلاح ازش نام بردید شاهد این نباشیم، این مانورا چه تأثیری داره در مقابله با یا جلوگیری به اصطلاح با این شورش ها؟ قبلا هم نشون دادن اینها که این مانورا تأثیر چندانی نداره. اگه یادتون باشه قبل از همین شروع این جنبش انقلابی در یه سال و نیم گذشته اینها یه مانور دیگه مشابهی انجام دادن به اسم مانور ناجا و هدفشون هم اعلام کردن، مثل این بار اعلام کردن که میخوان جلوی اعتراضات و شورش ها رو بگیرن و که به نمایش مسخره‌ای تبدیل شد و تأثیری بر جامعه نداشت و به دنبال اون انقلاب عظیم شکل گرفت. این بار حتی اون هم نیست، یعنی یک کاریکاتوری و یک ورژن مسخره ای از همون مانور ناجا هست، منتها به صورت خیلی مینیاتوری تر. مثلا تو این مانور عکسایی که ازش اومده یک تظاهرات توده ای به اصطلاح خودشون سازمان دادن از ایادی بسیجی و غیره، یک شعارهای مسخره هم به دستشون دادن و بعد ریختن اونها رو مثلا متفرق کردن. اینها خب بازیه، اینها مسخره است و به همین خاطر من فکر نمی کنم این مانور بتونه به جایی برسه، کما اینکه مانور ناجا و غیره هم بی اثر موند و تأثیری در کار اینا نداشت، بالاخره نتونست جلوی اون طغیان اجتماعی و اون انقلاب سال گذشته رو بگیره.
درسته. خب اما سوال بعدی که میخوام مطرح بکنم این هستش که شما الان نکاتی رو در رابطه با اعتراضاتی که اگر صورت بگیره مثلا میتونن جلوش رو بگیرن یا نه، اما سال گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع مردم بودیم توی خیابون‌ها به مدت چندین ماه و تا جای به اصطلاح خیلی جاها هم درگیری و مقابله مردم و حکومت رو شاهد بودیم که جمهوری اسلامی شکست خورد داخلش، ولی به هر ترتیب توی پروسه جمهوری اسلامی موفق شد که حضور مردم توی خیابونها رو به اصطلاح منتفی بکنه و چرا یه بار دیگه نتونه این کار انجام بده؟ یعنی صحبت هایی که شما کردین من میخوام این سوال بذارم جلوتون که چرا یه بار دیگه موفق نشه این کار انجام بده؟ اتفاقی که افتاد در سال گذشته این نبود که جمهوری اسلامی با مانوری شبیه مانور ناجا یا اینجور اقدامات تونست جلوی مردم بگیره. دو نکته اینجا هست. اولا اینکه جمهوری اسلامی به اجاز نتونست علارغم اینکه جلوی تظاهرات خیابانی رو گرفت و از گسترده‌تر شدن اونا جلوگیری کرد و اونا رو خوابون، ولی نتونست به هیچ وجه مردم رو در هم بشکنه به این معنا که یک روحیه یأس، سرخوردگی و ناامیدی رو به وجود بیاره و کاملا بر اوضاع مسلط بشه. این رو همین امروز یک شاخصش دعواهای شدیدیه که بین جناها هست که الان خود احمدی نژاد رو بخشی از خود اصولگراها قبول ندارن، بین قوه قضاییه و دولت دعواست، بین مجلس با هر دوشون اختلاف هست و هر روز داریم اینها رو میبینیم. بسیار شاخص دیگه وضعیت کاملا تضعیف شده جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی هست و تشدید فشارها و اعتراضات چه از جانب مردم و سازمان‌ها و نیروهای مترقی، حتی از جانب دولت‌ها و مدیای جهانی به جمهوری اسلامی. من می‌خوام بگم این شاخص‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته خودش رو تثبیت کنه یا کاملا جامعه رو به اصطلاح مختنق کنه، عقب برونه، مردم رو نومید و مایوس کنه. این شاخص‌ها این رو نشون میده و این بار هم همینه. ممکنه با این مانورها خب عقب بندازن مثلا به تضاد توده یا به نحوی بخوان کنترلش کنن، ولی این بار من فکر کنم به خصوص تظاهرات و اعتراضاتی که شکل میگیره بسیار وسیع‌تر و رادیکال‌تر و کوبنده‌تر از سال گذشته خواهد بود. بس این بار دیگه مسئله انتخابات و دعوای بین جناح و غیره نیست، مستقیما برمیگرده به زندگی هر روزه مردم، برمیگرده به مسئله گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و در کنارش بیکاری و زدن یارانه‌ها و زدن سوبسیدها و غیره. و این مسئله یک بخش عظیمی از جامعه، کارگران، معلمان، پرستاران، بخش‌های مختلف زحمتکش و حقوق بگیر رو مستقیما زندگیشون رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین مثل یک بمب انفجاری عمل میکنن که خودشون میگن و هر لحظه ممکنه که این شرایط منفجر بشه و یک طغیان‌های عظیمی رو ما در برابر خودمون داشته باشیم. و در این ابعاد دیگه به خصوص همون سطحی هم که حتی در سال گذشته جمهوری اسلامی تونست در برابر مردم یک عرض اندامی بکنه، جریاناتی مثل کهریزک و ترورهای خیابانی و بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و تجاوزها و غیره رو علیه مردم به کار گرفت، این بار در همین زمین ها قدرت کمتری و شانس کمتری داره و من فکر می‌کنم این بار بسیار رژیم مستحصل تر خواهد بود در برابر شورش مردم. بله، من سوال آخرم میخوام مطرح بکنم. ما حدوداً یک دقیقه وقت داریم به پایان برنامه‌مون و اون هم این هستش که مردم چجوری میتونن به اصطلاح جلوی این سیاست‌های جمهوری اسلامی و این سرکوبش بایستن و راه‌های مقابله چی هست و چجوری میتونن این سیاست‌ها رو خونسا بکنن؟ خب مردم به نظرم باید دست به تعرض بزنن. مثلا این هست که الان جمهوری اسلامی داره از زندگی مردم میزنه، داره وضعیتشون رو از نظر اقتصادی، از نظر درآمد، از نظر امکانات ابتدایی رفاهی این وضعیت رو بدتر و وخیمتر میکنه. در برابر این باید دست به تعرض زد. به نظر تا اونجایی که مشخصا به مسئله کارگران برمیگرده، مسئله افزایش دستمزدها یه خواستی که به سرعت باید جنبش کارگری این پرچم رو بلند کنه. قبلا هم ما یک جنبش وسیع برای 1 میلیون حداقل 1 میلیون تومان دستمزد داشتیم. این جنبش نیرو جمع کرده، بسیج کرده، سابقه داره و باید دوباره قد
علم کنه و به نظرن هول این جنبش کل جامعه حرکت خواهد کرد، چون این مسئله افزایش دستمزدها فقط مسئله کارگران نیست، بلکه بر سطح حقوق و مزد کلی زحمتکشان و حقوق بگیران در جامعه هم تأثیر میگذاره. و نکته دیگه سازماندهی و تشکل در سطح محلات، در سطح کارخانه، در سطح مناطق و خصوص جوانان، الان که با باز شدن دانشگاه دانشجویان هم فعال شدن، جوانان به خصوص باید در محلات و در محل دانشگاه ها و محل تحصیلشون کلن و همطور کارگران در محل کارشون حول خواسته معینی. حمید تقوایی با عرض معذرت، اینجا وقت برنامه همون وقت برنامه همون اینجا به پایان رسیده و ما نمیتونیم زمان بیشتری رو اختصاص بدیم. بر ترتیب معذرت میخوام وسط صحبتتون شما رو قطع کردم. خب بینندگان عزیز، صحبت های ما رو شنیدید. شما نظرات خودتون رو با آدرس ایمیلی که در پایین صفحه هست میتونید برای ما بفرستید. روزها و شبهای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.